ممکنه مثلا 3 و منفی 1 باشن، ممکنه مثلا منفی 3 و 1 باشن، ممکنه هم از مثلا منفی 1 و 1 باشن. پس در هر سه حالت ضربشون منفیه، ضربشون منفیه، ولی جمعشون اینجا مثبته، منفی 1 و 3. اینجا جمعشون منفیه، منفی 3 و 1، اینجا جمعشون صفره. پس وقتی دو ریشه مختلف العلامتن، فقط ضربشون منفیه. سیاه و منفیه لازم و کافیه. چرا لازم و کافیه؟ چون به شما گفته بودم علامت آبیوم علامت آبیه، علامت تقسیم همون علامت ضربه. وقتی سیاه و منفیه یعنی این دوتا هم ضربشون هم منفیه، پس منفی در منفی مثبت میشه و دلتا قطعا مثبت میشه. همون حالتی که بهت گفتم که دلتا قطعا مثبته و معادلت قطعا دوتا ریشه مختلف العلامت پیدا میکنه و این قسمت دومشو الان یاد گرفتی. بنابراین شرط دو ریشه مختلف العلامت داشتن چیه؟ سیام منفی لازم و کافی، سیام منفی لازم و کافی، سیام منفی لازم و کافی، سیام منفی لازم و کافی. وقتی سیام منفیه صحنه از هر چهار ناحیه داره عبور میکنه. اما فلشکارت بعدی، فلشکارت شماره 16، مسائل امدار. سه جور مسئله بهت میدن، اینا رو تو 120 تست قشنگ بررسی میکنیم. حداقل 20 تا تست از اینا داریم که از دهه 80 و 90 مطرح شده توی کنکور. آخرین بارم کنکور 99 سوال اومد، 1400 هم خیلی شبیه همینا بود. آره، سه مدل سوال میدن، یعنی یه درجه دومی که دیگه توش ام داره، دیگه مثل اینایی نیست که تا الان دیدیم x2 منه 4x به اضافه 5 فلان ام x. ببین ام ضرایبش یه مجهول دیگه هم دارن. خب به اینا دیگه نمیگن معادله سهمی، میگن دسته سهمی. این چی دسته داره؟ یعنی یه دسته داره اینجوری؟ نه، یعنی یه دسته سهمیه با تغییر ام، اینا هی تغییر میکنن. حالا طراح میگه تو اما رو طوری تغییر بده که مورد نظر من باشه. یه موقع میگه به ازای کدام مقادیر ام فقط دو تا ریشه داره، میگه دو ریشه حقیقی، اگه بگه دو ریشه حقیقی متمایز یعنی دلتا بزرگتر از متمایز، یعنی فرق کنن. آقا مگه دو تا ریشه یکسان هم داریم؟ آره، دو تا ریشه یکسان میشه یک ریشه دوسان یا دوبل یا مضاعف. وقتی به تو میگه دو ریشه یکسان، مثلا من الان یه معادله براتون می‌نویسم دو ریشه یکسان دارد، نگاه کن x2 منهای 6 x به اضافه 9، اگه من مربع کاملا رو حواسم نباشه اینو تجزیه کنم میشه x منهای 3 در x منهای 3 مساوی 3. پس x مساوی 3، x مساوی 3. قدیما اینجوری میگفتن، ولی بعدن که علم پیشرفت کرد دیگه نمیگن دو ریشه یکسان، میگن یک ریشه دوسان یا مضاعف یا دوبل. x منهای 3 به توان 2، قیافش چه شکلیه؟ این شکلیه. همیشه یاد باشه این که منفیه، این ریشه مثبته، چون میشه منفیه به بروی دعا. منفیه این ریشه مثبته. اگه x به اضافه 3 به توان 2 بود این ور میشد، اگه x به اضافه 3 بود ریشهش میشد منفی 3. پس دلتا اگه مساوی 0 باشه دو ریشه یکسان داریم، چون گفته دو ریشه متمایز یعنی با هم فرق کنن. میگی دلتا بزرگتر از صفر، حالا دلتا رو مینویسی به 2، 6 به توان 2 36، منهای 4 تا آ 3. قشنگ نوتیشنت باید اینجوری باشه، 3 فقط ام منهای 3 فقط منهای 2 نیستا، سی عدد ثابتت ام منهای 2 نه منهای 2. خیلی ها اینو سوتی میدن، این کارو باید بلد باشی. 36 منهای 4 تا این در این باید ساده کنی، گفته بزرگتر از صفر. خب ببین اون ور یعنی صفره، پس تو میتونی از یه چهارت فاکتور بگیری یا یه چهار بزنی اصلا از همه. یعنی چیه چهار بزنم؟ اون بار که چهار نداره، فرض کن چهار داره، فرض کن اینجا هم یه ضرب در چهار بوده، فرض کن اینجا هم یه ضرب در چهار بوده. حالا یه چهار که فاکتور میگیری یعنی یه چهار از این میزنی، یعنی میگی چهار تا نه منهای یک دیگه، چهار این بر با چهار اون بر میزنی میشه نه منهای حالا ضرب اینا. دقت کن منفی اثر میکنه، میشه منفی 2m2 به اضافه 5m منهای 2. حالا این معادله کامله، باید منظمش کنم. من ترجیح هم اینه که ضریب درجه 2 مثبت باشه، پس میبرمش اونور، میشه 2m2 منهای 5m 7 بره اونور میشه منهای 7. پس اون میگه چرا نبردی اونور؟ چرا دیگه بردم اونور دیگه، چون بره اونور این طرف
بزرگتر از صفره، بره اون طرف میشه کوچیکتر از صفر. اول معادله شو حل میکنم، آب اضافه سی بیه، ریشه هاش منفی یک و منفی سی اوم، یعنی سه و نیمه، چون ضریب درجه دوش مثبت رو به بالاست، بین دو ریشه منفی میشه. چقدر مهمه اینا رو، یعنی دانش آموزی که اینا رو یاد بگیره واقعا تو کنکور تا حد زیادی بیمه است. بذاری کدام مقادیر ام؟ ایشون همواره پایین محور. آها، ما اولیه گفت فقط دو ریشه، تیپ یک ام دار بود، دو ریشه، یه ریشه، بی ریشه. تیپ دو میگه همواره پایین باشه، همواره بالا باشه. آها، اون 6 تا کد بود. همواره پایین کدوم کد بود؟ کد 6 بود. کد 6 مشخصاتش چی بود؟ آ منفی، دلتا منفی. کد 6 فلش کارت